دکتر مجیدی، مطمئنم شما مثل همه ما منتظر هستین تصاویر بیشتر رو ببینید، اما ممنون میشم ارزیابیتون رو از همین تصویری که منتشر شده توسط ناسا بشنویم و اینکه این تلسکوپ چه ویژگی‌های خاصی داره از نظر شما. با سلام خدمت شما و تمام بینندگانتون. ببینید، تمامی پنج تصویری که شما یکیش رو امروز دیدیم و چهار تاش تا دقایق دیگه ارائه میشه، دو نکته خیلی مهم رو داره. ما در این عکس‌ها نیست که برای اولین بار گرفته شده، اما چیزی که این عکسایی که جیمز وب گرفته رو بسیار خاص میکنه در دو لغت میشه گنجوندش، یکی رزولوشن بالا یعنی تعداد پیکسل خیلی بالا، و اینکه ما داریم طول موج متفاوت، یعنی ما داریم عالم رو تو سر دیدیم. برای مثال تو همین عکس اولی که دیروز منتشر شد، شما به وضوح این تاثیر رزولوشن رو میبینید. شما قشنگ میبینید که قسمت‌هایی از این عکس که قبلا هابل گرفته شده بود و ما نمیتونستیم ببینیم، درک درستی ازشون نداشتیم، رو خیلی بهتر داره این عکس نشون میده. قسمت دوم که بسیار مهمه، قضیه طول موج هست. همونجوری که گفته شد، ما جیمز قسمتی از عالم رو میتونه با فروسرخ ببینه که ما تا حالا ندیدیم و اطلاعات خیلی بزرگتری میتونیم ازش، از این قسمت عالم که واکنش‌های شیمیایی فیزیکی بسیار بسیار مهمی برای ما در درک عالم رخ میده رو میتونیم به وسیله جیمز وب ازش، از این اطلاعات بهره‌مند بشیم. هیچ نظری دارید که تصاویری که حالا قرار منتشر بشه، فکر می‌کنم 4 تا دیگه بود همایون شما گفتید، اونها چه خواهند بود؟ دو تا از این عکس ها مربوط به صحابی هایی هستند که در عالم وجود داره، صحابی کارینا و صحابی حلقه جنوبی. این دو تا خیلی جالبه، یکیش آینده خورشید ماست، یعنی موقعی که خورشید به انتهای عمر خودش میرسه، به یک قوله سرخ در میاد، منفجر میشه و لایه های خودش رو از دست میده، یک کتوله سفید ازش به جا میمونه. این چیزی که تو صحابی حلقه جنوبی ما میبینیم، و یکی قبل از به وجود اومدن خورشید، صحابی کارینا، جایی که ما داریم شکل گیری ابرهایی رو میبینیم که از این ابرها ستاره های بسیار داغی به وجود میان. اون اصطلاحا میگیم خاستگاه، کارخانه ستاره سازی هست این صحابی کارینا. یک عکس دیگه که مربوط به پنج تایی های استفان یا این کهکشان های استفان هستن، که یک مجموعه کهکشانی بسیار جذابن برای رصد ما، و از همه مهمتر عکسی که دیرتر منتشر خواهد شد، عکسی از یک اتمسفر یک سیاره فراخورشیدی بسیار خاص برای ما. این سیاره فراخورشیدی بسیار بسیار به ستارش نزدیکه، اصطلاحا ما بهش میگیم زحل‌های داغ، دمای بسیار بالایی دارن. اما نکته جالب، طیف عناصری است که در این لایه‌های فوقانی اتمسفر این فراخورشیدی ما دیدیم، و این رصد این فراخورشیدی رو بسیار بسیار خاص میکنه برای ما. متشکرم از توضیحاتتون. دکتر پاشا مجیدی، شیمیدان و مدرس نجوم آماتوری از تورنتو، حتما در بخش‌های بعدی خبر فردا و طی روزهای آینده شما رو خواهیم داشت.